سلام میکنم به ایزیرنی های عزیزم خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید از کانال من همونطور که میدونید همستر سنپشاتش تکمیل شد و به ما نشون داد که بر اساس حالا پارامترهای مختلفی که توی بازی انجام دادیم و کارهایی که کردیم چه مقدار توکن همستر میتونیم دریافت کنیم حالا باید سب بکنیم تا پنجم مهر تا این توکن لیست بشه ببینیم که چقدر تونستیم درآمد به دست پیره. اما موردی که هست همستر قبلا بارها و بارها اعلام کرده بود که ما قراره خیلی از آیتم های توی بازی رو تبدیل به NFT بکنیم و توی این ویدیو اومدیم با هم این مورد رو بررسی بکنیم که آقا این NFT ها چی شدن چرا هیچ صحبتی ازشون نمیشه و کی قراره که ما این NFT ها رو دریافت بکنیم پس حتما حتما تا انتهای ویدیو امروز من همراه باشید یادتون نره که ویدیو رو لایک بکنید و کانال من رو هم سابسکرایب بکنید دمتون حساب بگیرم و بدون معطلی بزنیم سراغ آموزش امروزمون فقط حتما توجه داشته باشید که این ویدیو یک قرعه کشی داره اونم اینه که به سه نفر به قید قرعه قراره که توی کامنت ها نفری سه تاتون تون کوین یعنی بیشتر از یک میلیون و دو هزار تومن پرداخت بکنیم بچه ها. که خب این قره کشی توی کامنت ها برگزار میشه قاعدتا هرچی تعداد کامنت بیشتر شانس برنده شده هم بیشتر هستش و شرایطش هم خیلی ساده است فقط کافی کانال من رو سابسکرایب داشته باشید ویدیو رو لایک بکنید و توی یک کانال تلگراممون رو هم جوین بشید چون که نتایج مسابقه توی کانال تلگرام گذاشته میشه و اگر نداشته باشید متاسفانه شانستون رو از دست میدید بچه پس یادتون که حتما حتما کامنت بذارید و شانستون رو توی برنده شدن بالاتر ببرید که خب قاعدتا فقط این ویدیو نیست و قراره که تعداد خیلی بیشتری از ویدیوهامون دارای قره کشی باشن خب اول از همه بیایید با هم دیگه این مورد رو بررسی بکنیم و مطمئن بشیم که آقا همستر گفته بود که قرار یک سری NFT هم به ما بده به پستی که 13 آگست همستر توی کانال تلگرامیش گذاشته نگاه میکنیم اینجا یک گزینه داره به نام هیر که برای دیدن اطلاعات بیشتر هستش این پستی که اینجا گذاشته در رابطه با بخش پلیگراند هستش دوستان حالا اینو گفتم که در نظر داشته باشیم بعدا بهتون میگم که چه ربطی میتونه داشته باشه روی این لینک یکی لیک بکنیم یک سری حالا توضیحاتی رو داده ولی مهمترین توضیحی که داده اینه که آقا ما قراره که توی این بازی به شما یک RMT بدیم یعنی ریل مانی تریدینگ یعنی پولی که میتونی باهاش حالا بفروشیش یعنی همون ارز همستر منظورشه بچه ها یک پول واقعی به میده و قراره که گفته در آینده ما برنامه ریزی داریم میکنیم که یک سری اچیومنت ها و دستاورت هایی که به دست میاریم بچه باز هم میگم این اچیومنت ها صرفا همون اچیومنت هایی نیستش که توی اون بخش بازی همستر هست داره به طور کلی میگه حالا هر دستاوردی که ما توی بازی به دست آوردیم یعنی منظورشون معنی کلمه اچیومنت هستش گفته که ما قرار این دستاورت های شما رو بیایم تبدیل به یک سری آنچین NFT بکنیم یعنی چی؟ یعنی یک سری NFT که شما باز میتونید توی کیف پولتون کیپرتون برداشت بزنید و بفروشیدش با قیمت حالا بسته به اون دستاورت داره که چقدر کمیاب باشه یا اینکه چقدر همه داشته باشنش که قیمتش بالا و پایینش. حالا ما اگر بیایم وارد ربات همستر کامبت که بشیم میبینید که خب اینجا برای ما توکن های همسترمون رو نوشته نوشته که چقدر توکن قرار ما دریافت بکنیم و اینقدر میتونیم برداشت بزنیم و همه اینها رو توضیحش رو کامل داده که حالا من توی یک پارت دیگه توی یک ویدیو کامل بهتون توضیحش رو دادم که دقیقا اه اه ما حالا چقدر میتونیم توکن برداشت بزنیم و همه اینا کاری با این نداریم توکن همستر پروندهش بسته شد فقط با سب بکنیم لیست پولش رو بگیریم میرسیم به بخش NFT ها ببینید بچه ها همستر اعلام کرده که خب این جم های جدیدی که داره میده یعنی این دایمنز یا همون الماس های جدیدی که داره به ما میده قراره که در آینده ارزشمند باشن و توی سیزن بعدی قراره که خیلی به درد بخورن و برای شما سودهای زیادی رو بیارن حالا این میتونه خیلی منظورش به همون NFT ها باشه یعنی ما توی این بخش شاتش هیچ صحبتی درباره NFT ها نکرده یعنی فقط در رابطه با توکن همستر صحبت کرده حالا احتمال خیلی زیاد قراره که توی فصل آینده این جم ها این الماس هایی که ما داریم به دست میاریم باعث بشه که ما بتونیم اون NFT ها رو باز بکنیم چرا چون توی بخش مموریز که کلیک بکنیم ببینید برای ما یک بخش بست کارتس داره یعنی بهترین کارت هایی که شما خریدید که خب من توی یک توی پارت های مختلفی در رابطه با این کارت ها مثلا در رابطه با بیزنس جت من یک ویدیوی تکی ساختم و گفتم که آقا حتما این کارت رو بخرید یه کارت بسیار مهمی هستش که خب میبینید اینجا هم داره مهم بودنش رو ما نشون میده که آقا این کارت ها واقعا مهم بودن که شما اومدی خریدشون کردی حالا مهمیش خب اینجا به ما هیچی نشون نداده یعنی توی بخش ام حالا پارامترها هیچ صحبتی در رابطه با کارت ها نکرده و خب به احتمال زیاد قراره که این کارت ها تبدیل به NFT بشن و قیمت بگیرن به احتمال زیاد هم توی فصل آینده یعنی ما بعد از پنجام مهر زمانی که همه توکن رو برداشت دادن و همه چیز اوکی شد توی فصل بعدی که قرار این دایمنت ها و این الماس ها ارزشمند باشن به ما NFT های مختلفی رو بده که حالا دسته بندی میشه با توجه به قیمت کم زیاد که بستگی به معروف بودن و حالا زیاد داشتن اون NFT هستش پس حتما حتما دقت بکنید توی این زمان که خب شما دیگه کار خاصی نباید انجام بدید یعنی اگر کیف پولتون رو انتخاب کردید و اوکی یه دیگه خیالتون راحت و این بخش رو دارید میبینید که گفته آقا ما اینقدر توکن قراره که به این آدرسی کیف پولتون واریز بکنیم دیگه هیچ کاری نباید انجام بدید اگر برای فصل دو همستر میخواید وقت و انرژی بذارید بهترین کاری که الان میتونید انجام بدید اینه که بدون تقلب کردن بیایید و الماس هاتون رو زیاد بکنید باز هم تاکید میکنم بدون تقلب کردن چون الان همستر خیلی زوم روی اینکه کیا تقلب میکنن و حتی ممکنه که الان که توکناتون هم حساب کرده بیاد و اکانت شما رو باز هم بند بکنه چون داره فقط و فقط بخش پلیگراند رو به ما نشون میده که خب دقیقا همون بخش پلیگراند هم قرار بوده که NFT بشه چون پستی که ما دیدیم با هم دیگه توی کانال تلگرامش کاملا مربوط به بخش پلیگراند بود و دقیقا هم همونطور که گفتم همین بخش فقط مونده پس اگر میخواید برای فصل دوم همستر انرژی و وقت بذارید حتما حتما از الان شروع بکنید و این الماس ها رو به دست بیارید به نظر من ارزش وقت گذاشتن داره حالا باز میتونیم تا پنجم مهر صبر بکنیم ببینیم که اصلا این توکن های همستر چقدر قیمت میگیرن به نظرم ارزش داره چون قراره که NFT های ارزشمندی رو بده چرا چون NFT اصلا دلیل ارزشمند شدنش اینه که توجهات زیادی روش باشه و اینکه تعداد کاربرهای زیادی اون NFT رو بشناسن و خب همستر به خاطر اینکه بسیار بسیار کاربرهای زیادی داره میتونه خیلی NFT های ارزشمند و قیمت بالایی رو به ما بده اما NFT رو خیلی براشون چیز عجیبیه و خیلی فکر میکنن که قراره حالا مثلا این NFT های اتفاق عجیبی براش بیفته شما باید کار خاصی بکنید نه اصلا اینطوری نیست بچه ها NFT ها رو ما توی اکس ایمپایر هم دیدیم دقیقا توی ولت تونکیپرتون که قرار توکن های همسترتون داخلش برداشت بزنید میتونید NFT هم داخلش برداشت بزنید فقط فرقش اینه به اینکه یک تعداد توکن بنویسه یک عکسی براتون میاره میگه که آقا این مثلا NFT هم استر هستش اسمش فلان هستش و قیمتش هم یه چیزی بین انقدر تا انقدر هستش که شما میتونید اون NFT ها رو به مزایده بذارید و مثلا بگید که آقا از یک تان قیمت من شروع میشه حالا بستگی داره که چقدر کمیاب باشه اگه خیلی کمیاب بود قیمت خیلی بیشتری میذاریم و اون NFT رو میتونید بفروشیدش رو به جاش حالا پولی که روی اون شبکه هستش مثلا توی همستر به جاش تون شما میتونید دریافت بکنید بچه ها من حتما حالا آموزش کامل تر برای فروش شما رو هم میذارم زمانی که مشخص شد این NFT ها ولی باز هم میگم این NFT ها رو فراموش نکنید و در جریان باشید که آقا قراره که یک سری از دستاورت های ما تبدیل به NFT بشه ما فعلا اون بخش RMT یا ریل مانی تریدینگش رو تونستیم به دست بیاریم مرسی که تا ویدیو با من همراه بودید بچه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید اگر ویدیو براتون مفید بود خوشحال میشم که کانال منو سابسکرایب بکنید لایک بکنید کامنت هم بذارید دمتون حسابی گرم و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار